جناب دکتر دانش عزیز، انتخابات آمریکا رو در کل چگونه می‌بینید؟ یک اتفاق بزرگ، یک زمین لرزه بزرگ برای آمریکا بوده. به نظر من اتفاقی که افتاده به درستی شما اشاره می‌کنین که یک زمین لرزه بوده و باید منتظر موند که آیا آقای ترامپ با این تناقض عظیمی که در گفته‌های خودشه قادر خواهد بود نظمی در تفکرات خودش به وجود بیاره و نظمی در سیاست داخلی و خارجی آمریکا به وجود بیاره. من به دو مطلب اساسی اینجا اشاره بکنم. یه مطلب اینه که در واقع بحرانی که و شکافی که جامعه آمریکا رو در بر گرفته باعث دلیل اصلی پیروزی آقای ترامپ بوده. باید به این مطلب اشاره بکنیم که آقای ترامپ همیشه به این مطلب اشاره میکنه که بحران اقتصادی که جامعه آمریکا رو گرفته به دست سیاستمداران و انسان‌ها انجام شده. یعنی در واقع اون بحران اقتصاد جهانی که به وجود آمد از زمان آقای ریگان و بعداً تا زمان آقای اوباما ادامه پیدا کرد، در اروپا، در اتحادیه اروپا، از زمان خانم تاچر تا زمان کامرون که وزیر نخست وزیر انگلستان بود، یا در آلمان آقای کول و بعدن خانم مرکل، در واقع به یک مطلب اساسی این رهبران لیبرال کشورهای جهان غرب توجه نداشتن، و اینکه در واقع در این بازی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد عده زیادی بازندگان وجود دارند. یعنی شما موقعی که تمام تولیدات رو از کشورها خارج میکنین، به طور مثال تولیداتی که باید در آمریکا انجام میشد و این تولیدات به داخل کشورهای مانند چین میره، و من همیشه به این مطلب اشاره کردم، موقعی که شما یک جین 7 جین خانوم ها رو که توجه بکنین، موقعی که در داخل چین با 2 دلار یک چنین کالایی ساخته میشه و عرضه میشه به بازار و در داخل آمریکا با 170 دلار تا 200 دلار فروش میره، توجه بکنین چند صد درصد سود میبره کسی که این کار انجام میده. خب طبیعتاً این ضربه میزنه به تولید داخلی و باعث میشه که عده زیادی از کارگران به ویژه صنعتی در آمریکا بیکار بشن. این در مدت چند سال گذشته در زمان آقای اوباما انجام نشده، بلکه این سیاستی است که در زمان خود جمهوری خان شروع شده و ضربه‌ای به اقتصاد آمریکا زده، تا جایی که صنایع بزرگ اتومبیل سازی و صنایع فولاد آمریکا در حال زنگ زدن و پوسیده شدن هستند. ما می‌دونیم که امروز حتی لوله‌های نفت و گازی که در داخل آمریکا وجود داره، لوله‌های 50 60 سال قدیمی هستن و اینا در واقع پوسیدن و از بین رفتن و هزارها و صدها و شاید میلیون‌ها کارگر صنعتی بیکار شده، و این کارگر صنعتی باعث این شده با شعارهایی که آقای ترامپ داده، حالا یا واقعا بتونه عملی بکنه؟ کسی که خودش میلیاردر شعار میده که همکنون در کنار مستضعفین قرار داره، یعنی حزب جمهوری خواه که همیشه حامی سرمایه و ثروت بوده، امروز توسط آقای ترامپ چنین مطرح میکنه که در کنار مستضعفین و بازندگان این بازی اقتصادی است. و خب باید نشون بده که چنین چیزی امکان پذیره، که من بسیار بعید میدونم که آقای ترامپ در کنار بازندگان این سیاست اقتصادی جهانی شده باشه، یعنی کسانی که تصمیم گیرنده بودن. این یک مطلب باید بهش اشاره کرد. در واقع این بحرانی که در داخل آمریکا به وجود آمد باعث این شد که 63 درصد سفیدپوستان مرد آمریکایی در واقع آقای ترامپ انتخاب بکنن، و شما در سوالی که کردین به درستی نشون دادین و صحبت کردین که امروز این مشکل پیش آمده که اقلیت‌هایی که در آمریکا هستند و این سیاست نژادپرستی که آقای ترامپ تبلیغ کرد بر علیه مسلمانان این کشور، بر علیه مکزیکی‌ها، 11 میلیون مکزیکی که غیرقانونی در اینجا قرار داره، یا بر علیه سیاهان، این باعث این خواهد شد که این طرز تفکر نژادپرستی در مغزها مستحکم بشه و خطرات عظیمی رو در آینده به وجود بیاره. یعنی خطراتی که شما در تمام حکومت‌های راستی و فاشیستی در گذشته دیدین میتونه خطری به وجود بیاره. از یک طرف اون سیاستی که ایشون مطرح میکنه که میخواد مشکلات بحران اقتصادی رو از بین ببره، از طرف دیگه دامن میزنه به یک سیاست نژادپرستی در داخل آمریکا که میتونه خطرات عظیمی رو برای مردم آمریکا به وجود بیاره. و همکنون سیاهان
لاتین تبارها، مسلمانایی که در اینجا زندگی میکنن فکر میکنن که این یک انتخاب سفید بوده، انتخاب سفید پوستان برای تمام اقلیت‌های دیگری که در آمریکا هستن و این میتونه خطرات بزرگی را در داخل آمریکا به وجود بیاره. ببین آقای دکتر، شما یه نکته اشاره فرمودین، تظاهرات، برای اینکه حالا بیشتر این تظاهرات میتونه، الان روز پنجمش هم گذشت، ادامه پیدا بکنه. جوانانی که در خیابان ها هستن خب تظاهرات میکنن که ما این رئیس جمهور ما نیست. واقعیت هست که حالا بر اساس قوانین ایشون انتخاب شده و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تظاهرات هم آرام خواهد شد، به مرور آرام خواهد شد، مثل هر مسئله دیگری در دنیا به آرامش میرسه. ولی مسئله که باقی میمونه دو بخش عمده حضور آقای ترامپ هست، یکی در مورد مسئله داخلی که چگونه پاسخگو خواهد بود، خب مسئله اقلیت ها، مسئله این تظاهرات که داره ایجاد میشه، برخواسته از یک موج اعتراضی است. یعنی یه نفر که میره دانشکدهش و در دانشکده میبینه که رو تمام رو دستشوی دانشکده در جایی که آب میخورن دو تا علامت گذاشته شده، دست این بر آبخوری سیاهان، آبخوری سفید پوستا. این شروع خیلی وحشتناکی رو با آمریکا میتونه وعده بده. هیچ کسی هم جز خدا آقای ترامپ نخواهد تونست اینو آرام کنه. یعنی کسی که این شعله تفاوت نژادی رو و شعله حراس از بیگانه رو روشن کرده، که البته به قول داخل پرانتز برخی از ایرانی ها در درون اون جا نمیگیرن. اینو من به شوخی عرض میکنم، چون هر بار که در مورد این حراس صحبت میکنیم خیلی از ایرانی میگه آقا خوبه دیگه، بزنین خارجی ها رو بیرون کن، انگار که خودشون در آمریکا هستن. وقتی میگه خارجی ها و مسلمان و دیگه همه رو داره ببینید آقای گوهرزاد، ایرانی هایی که چنین فکر میکنن، من به اندازه کافی فوش میخورم، یا توجه به تاریخ نکردن در دنیا. من همیشه به اون کسانی که چنین فکر میکنن مطرح کردم که ببینین چندین میلیون مسلمان در اینجا وجود داره. آقای ترامپ میگه باید مسلمان ها رجیستر بشن، شهر بدین این رجیستر بشن، جنگ جهانی دوم ژاپنی ها، همون اتفاقیه که در جنگ جهانی دوم برای ژاپنی ها اتفاق افتاد. بیش از 120 هزار نفر ژاپنی در اردوگاه ها قرار گرفتن. این همون اتفاقیه و مهمتر از همون اینه که در زمان هیتلر یهودیان با این مشکل روبرو بودن. فراموش نکنیم عده زیادی از یهودیان با آمدن آقای هیتلر چنین مطرح میکردن که برای ما اتفاق نخواهد افتاد، ما یهودیان آلمانی هستیم و در جنگ جهانی اول نقش اساسی رو داشتیم، قهرمانان جنگ جهانی اول هستیم. عده زیادی از این قهرمانان جنگ جهانی اول که یهودیان بودن به خیابان ها آمدن، مدال های جنگ جهانی اول رو به سینه های خودشون آویزون کردن و گفتن خطر برای ما وجود نداره، در صورتی که اولین کسانی که به اردوگاه های کار و بعداً به حمام های گاز فرستاده شدن همین ها بودن. من نمیخوام بگم که در آمریکا چنین اتفاقی باید بیافته، ولی میتونه چنین اتفاقی بیافته. یعنی هر خطری اگه به وجود بیاد همگانی خواهد بود. دیگه نمیتونم بگم که ما جزء خارجی خوبیم یا خارجی بدیم، خارجی قوی هستیم، خارجی ضعیفیم، خارجی پولدار هستیم، خارجی بی‌پول. اگه این شعار آقای ترامپ اجرا بشه، رجیستر کردن مسلمانان در آمریکا، هیچ فرقی نمیکنه بین ایرانیایی که ادعا میکنن ما پیشرفته هستیم، ما با اونا مربوط نمیشیم و خطری متوجه نیست، و دیگران که در واقع عده زیادی مسلمانانی که چاجر یا در واقع سعی میکنن از اسلامی که دارن اونا در واقع ارائه بدن، و ما ایرانی ها کسانی هستیم که معتقدیم که ما حتی مسلمان هم نیستیم. ولی فرق نمیکنه، شما موقعی که از کشور ایران میایین، من آلمانی که 52 سال در آلمان بودم آقای گوهرزاد و آلمانی هستم و اصلا هیچ ارزشی برای اسلام و اسلام خمینی و خمینیست قائل نیستم، موقعی که وارد فرودگاه لس آنجلس میشم، نام من رجیستر میشه به نام ایرانی و مسلمان، پاسپورت من آلمانی است و پاسپورت آلمانی منو ارائه میدن و نگاه میکنن، ولی موقعی که اون کاغذی رو که از داخل دستگاه خارج میشه میبینم نوشته ایرانی و مسلمان. و ایرانی ها اشتباه بزرگی میکنن و تاریخ ها نمیشناسن. کسانی که چنین فکر میکنن تاریخ ها نمیشناسن. من امیدوارم که رجوع بکنن و تاریخ کشورهای مختلف و چگونه عده زیادی به قدرت رسیدن، شعارهایی
دادن و اون شعارها رو بعدن عملی کردن و این میتونه خطر بزرگی برای ما ایرانی‌ها هم به وجود بیاره. خب آقای دکتر برویم، چون علت این که چرا این پیروز شد و شکست خورد دیگه خیلی مشخص شده، یعنی این روزا قضیه FBI، قضیه مشکلاتی که خود خانم کلینتون داشت، اشکالاتی که خودش داشت، نقصی که در کارزار انتخاباتیش بود، نتونسته بگذره. شما چون مسئله سیاست خارجی جهان رو خوب می‌شناسید، فرصتی است که از شما بپرسید. یکی از مسائل این است، سوریه. آقای بشار اسد پیام تبریکی برای آقای ترامپ فرستاده و درش به یک نکته اشاره کرده، گفته چون شما نمیخواهید در کشورهای دیگر دخالت بکنید، چون نمیخواهید در کشورهای دیگر دخالت بکنید، ما خوشحالیم که ما میتونیم به کار خودمون ادامه بدیم. اینو از کجا میگیره؟ از صحبتهای آقای ترامپ وقتی که میاد میگه بذارین آمریکا را به روزهای خوبش برگردونید. زیر آمریکا رو به روزهای خوبش برگردونی یعنی روزهایی که آمریکا نظر قدرت نظامی پلیس دنیا بوده، یعنی به همه جای دنیا احاطه داشته. این با اینکه شما دخالتی نخواهید کرد، یه مقدار شما چگونه می‌بینید مسئله سوریه رو حالا با آدمایی که قرار است در کابینه آقای ترامپ باشن؟ ببینین اگه بسیار سطحی فکر بکنیم و صحبتایی که آقای ترامپ کرده، به این نتیجه خواهیم رسید که آقای ترامپ میخواد دخالت نظامی رو در کشورهای مختلف کم بکنه یا پایان بده و پایان بده، در حالی که ایشون اعتراض داره که چرا آقای اوباما از عراق اومده بیرون. و واقعیت چیزهای دیگری هم هست، و واقعیت اینه که موقعی که امروز شما به صحبت‌های مشاورین آقای ترامپ دقت بکنین و صحبت‌هایی که میکنن، چنین مطرح میکنن که در سوریه هدف اصلی آقای ترامپ زدن نیروهای داعشه، و در زدن نیروهای داعش و مبارزه در سوریه نباید فقط ارتش آمریکا دخالت بکنه. اونا خواهان اینن که ناتو نقش اساسی رو بازی بکنه، نه تنها ناتو و کشورهای ناتو اروپایی بیشتر پول به صندوق ناتو بپردازن، بلکه عملا در دخالت نظامی شرکت بکنن. یعنی ناتو در واقع در سوریه و در آمریکا نقش اساسی رو داشته باشه و این اون هزینه ای رو که آمریکا میپردازه این هزینه رو کاهش بده. یعنی در واقع آقای ترامپ مطرح نمیکنه که من از سوریه خارج خواهم شد، و حتی آقای ترامپ مطرح کرده که در سوریه راه حل اساسی بر علیه داعش و نیروهای تروریسم او در اختیار داره، و این راه حل چی خواهد بود مطرح نیست، ولی مشاورینش، یکی از مشاورینش آقای ولید فارس، چند روز پیش مطرح میکنه که آقای ترامپ میخواد که کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مانند اردن و مصر نقش اساسی رو بازی بکنن، یعنی اونا نیرو وارد بکنن. من به این عقیده هستم که نه اردن چنین کاری رو خواهد کرد، نه مصر چنین کاری رو خواهد کرد، نه عربستان سعودی چنین کاری رو خواهد کرد. عربستان سعودی هم اکنون در جنگ یمن مونده، با شکست روبرو شده، و آقای ترامپ میخواد که کشورهای همپیمان آمریکا در ناتو مانند آلمان و انگلستان و فرانسه نقش اساسی رو در این کشورها بازی بکنن. این کشورها هم چنین کاری رو نخواهند کرد. اینا هم اکنون در مشکلاتی فرو رفتن، در باتلاقی در افغانستان فرو رفتن که افغانستان در واقع ناتو در افغانستان با شکست اساسی رو روبرو شده در جنگ افغانستان، و آمریکا در جنگ افغانستان با شکست روبرو شده. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که جنگ افغانستان و جنگ‌های بعدی در عراق و در واقع این دموکرات ها نبودن که شروع کردن، بلکه جمهوری خواهان بودن، بلکه آقای جورج دبلیو بوش بود که جنگ افغانستان و بعدا جنگ عراق رو شروع کرد و باعث هرج و مرج تمام خاورمیانه شده. و در این شرایط من فکر نمی کنم که آقای ترامپ بخواد نیروهاشو از این کشورها برگردونه، بلکه آقای ترامپ خواهان اینه که در کنار نیروهای آمریکا نقش کشورهای دیگه نقش اساسی باشه، رهبری در دست آمریکا باشه، رهبری نظامی رو آمریکا بکنه، ولی کشورهای دیگه نقش اساسی رو حتی پیاده نظام به این کشور بفرسته. پول میخواد. آقای دکتر ببینید چند نکته اشاره فرمودید. آقای ترامپ میگه که مهم نیست که داریم میجنگیم، مهم این است که سهمشون رو کشورهای دیگه بیان بدن. یعنی ایشون تاجره. اون بخشی رو که کشور دیگه رو اشغال میکنیم، مردم کشته میشن، آمریکایی کشته میشه، اروپایی کشته میشه، عراقی کشته میشه، سوری کشته میشه، با اون زیاد کاری نداره. بخشش بحثش دلاریه، میگه عربستان بیا سهمشو بده، ژاپن سهمشو بده، پاکستان سهم، همه این کشورها سهمشو بدن، ما هم داریم. همین با آقای فارس اشاره کردین. آقای ترامپ در از روز که آمده تا روز که انتخاب شده حرفاش خیلی عوض کرده در مورد مسئله ایران. و همین آقای ولید فارس که تصویرش هم نشون داده، من در ماه جولای که در رفته بودم به کلیولند اوهایو، ایشون رو دو بار دیدم در اونجا، گفتگو کردم.
آقای ولی فارس، من در مورد مسئله ایران ازش پرسش کردم. صحبتی که در اون روز کرد، چون جو درون همایش این بود که پرونده اتمی ایران پاره، آقای پیتر کینگ نماینده کنگره آمریکا در نیویورک، ایشون اصلا در 4 ثانیه گفت پاره. آقای ولید فارس هم همینجور. آقای ولید فارس الان که میدونه که احتمال داره مشاوره برای شغل مشاوره رو خواهد داشت ولی بیشتر قدرت بگیره، در گفتگوش با الجزایر میگه که نه، ما اونو یه تغییراتی توش میدیم. به نظر میرسه که اصلا ایشون هم داستان اینکه یه چیز امضای جهانیست رو نمیبینه. شما نظرتون چیه در مورد مسئله برجام؟ این بحثی که آقای ولید فارس میکنه چگونه از اروپایی‌ها گفتن که اصلا اینطوری نخواهد بود، یه تشکیل جلسه دادن و دوشنبه هم یه تشکیل جلسه مهم خواهند داد اتحادیه اروپا. بله ببینین، خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا چند روز پیش مطرح کرد که توافق اتمی با ایران در واقع توافق اتمی است که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد این اتخاذ شده و 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در اونجا نقش داشتن و یک تعهد بین‌المللی است. ولی خب میدونین آقای گوهرزاد، موقعی که قدرت بزرگ جهانی، اقتصاد جهانی در واقع آمریکا بخواد تحریما رو ادامه بده و تحریمای جدیدی اتخاذ بکنه، میتونه تخریب بکنه، میتونه در واقع این توافق رو با تخریب روبرو بکنه، تا جایی که حتی آقای امانو رئیس آژانس بین‌المللی اتمی چند مدت پیش، فکر میکنم 3 هفته پیش بود، مطرح کرد که توافق اتمی، خطر شکست توافق اتمی زیاده. این آقای امانو میگه پس بنابراین میتونن در واقع توافق اتمی با خطر روبرو بکنن. آن چیزی که بسیار مهمه، آقای ولید فارس هم نمیگه که این توافق پاره نخواهد شد، میگه فقط لغت پاره کردن بسیار بسیار سنگینه و صحبت از این میکنه که ما تجدید نظر و بازبینی خواهیم کرد و ایران رو مجبور خواهیم کرد که بندهایی از این توافق رو تغییر بده، ولی صحبت از این نمیکنه. صحبتی که آقای ترامپ کرد و گفت من این توافق رو پاره خواهم کرد، ولی آخه نه، آمریکا نمیتونه این توافق رو تغییر بده، میتونه اون بخش خود تحریم‌های آمریکا را اجرا کنه، ولی توافق شش کشور به اضافه ایران هستن، 7 کشور. ببینید شما موقعی عملاً این اجازه رو ندین که بانک‌های دنیا و بانک‌های آمریکا با ایران معامله بکنن، وارد معامله بشن و رابطه مالی به وجود بیاد، اقتصادی به وجود بیاد، طبیعتاً این توافق با شکست رو برو خواهد شد. موقعی که توافق با شکست رو برو بشه، این خطر وجود داره که نیروهای بسیار افراطی در داخل ایران، افرادی مانند آقای خاتمی و خامنه‌ای و دیگران که در واقع چنین خوشبین به توافق نیستن و در مقابله با نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب مبارزه میکنن، اینها شروع بکنن دوباره به غنی کردن اورانیوم در داخل ایران و همون سیاست سابق ادامه بدن و این خطر جنگ رو به وجود میاره. یعنی احتیاج به این نیست که شما بخواین یک توافق اتمی جهانی رو که توافق بین‌المللی است اونو بگین چنین توافق وجود نداره، ولی عملا میتونین همونطوری که تا به حال اتفاق افتاده و دیروز هم که شنیدین در واقع در کنگره آمریکا دارن لایحه رو پیش میبرن که 80-90 هواپیمایی که بوئینگ میخواد به ایران بفروشه جلوی اون لغو بشه، جلوش بگیرن. موقعی که شما جلوی فروش هواپیمای بوئینگ به ایران میگیرین، در واقع جلوی فروش هواپیمای ایرباس هم به ایران گرفتین، برای که در واقع بخشهایی از این هواپیماها در واقع وسایل یدکیش یا بخشهایی از این در واقع ساخت بوئینگ و کشور آمریکا است و میتونین جلوی اینو بگیرین و بنابراین میتونین توافق اتمی رو با شکست رو برو بکنین. شکست توافق اتمی آقای گوهرزاد، به نظر من یک بار دیگه اشاره میکنم، اینو به کسانی اشاره میکنم که با تمام قدرت از آقای ترامپ پشتیبانی میکنن. من در صحبتام درباره آقای ترامپ جوانه مثبتم مطرح کردم، در واقع اون بخش اقتصاد جهانی رو مطرح کردم، ولی خطری رو که من میبینم در رابطه با ایران و از بین بردن توافق اتمی و اینکه در واقع رادیکال ها در ایران و افراطیون در ایران دست به غنی کردن اورانیوم یک بار دیگه بزنن، این به معنی جنگ خواهد بود. جنگ با نابودی تمامیت ارضی ایران روبرو خواهد شد. جنگ به این معناست که در ایران صدها شاید میلیون ها انسان کشته بشه، همونطوری که در عراق این اتفاق افتاد، همونطوری که در سوریه اتفاق افتاد، همونطوری که در لیبی اتفاق افتاده. جنگ مساوی با اینه که تمام زیرساختار اقتصادی و صنعتی ایران نابود بشه و جنگ مساوی با اینه که ده ها میلیون ایرانی آواره بشه. فراموش نکنیم که بیش از 4-5 میلیون سوریه‌ای آواره شده، بیش از 2 میلیون به اروپا
هجوم آوردن و مشکلات عظیمی را در اروپا به وجود آوردن. این در پیامد اون جنگ هایی است که اتفاق افتاده و کسانی که در واقع بسیار سطحی فکر میکنن و فکر میکنن به همین سادگی آمریکا خودش رو از منطقه کنار خواهد کشید و از منطقه به صلح به طرف صلح خواهد رفت، به نظر من چرا دکتر دانش عزیز در کابینه آقای ترامپ، یا اگر نخواهیم بگیم در کابینه، در مشاوران امنیت ملی ایشون دست کم 3-4 نفر وجود خواهند داشت که اینا ممکن است نقش وزارت خارجه داشته باشن، نقش مشاور داشتن، یکیش آقای گینگریچه، یکی آقای جولیانیه، یکی آقای برنز ممکنه باشه. این 3 نفر در ماه ژوئیه در پاریس در مراسم بزرگ سازمان مجاهدین این 3 نفر دست کم شرکت کردن و سخنرانی کردن. حضور آقای گینگریچ در این ماجرا چقدر میتونه در سیاستی که از یک سو بحث پاره کردن برجامه، در یک سو مسئله نزدیک شدن سیاست خارجی احتمالی مشاوران امنیت ملی آقای ترامپ به سازمان مجاهدین، در تغییر روابط با ماجرای ایران و آینده ایران تأثیر گذار باشه؟ ببینین، موقعی که شما این سوال از من میکنین باید به شرایط منطقه و برخورد شدید بین عربستان سعودی و ایران هم اشاره بکنیم. ما میدونیم که این برخورد تا جایی پیش رفته که امروز عربستان سعودی حامی اصلی مجاهدین خلق ایرانه و در ماه ژوئیه، در 9 ژوئیه کسی که در جلسه نشست مجاهدین در پاریس شرکت میکنه ترکی الفیصله. ترکی الفیصل کیست؟ ترکی الفیصل شخصی است که از سال 1977 تا 2001، یعنی در تمام مدت جنگ سرد، رئیس استخبارات عربستان سعودی بوده و همکنون یعنی سازمان امنیت، سازمان امنیت عربستان سعودی بوده و نقش اساسی، مهم اینه، نقش اساسی رو در جنگ سرد به ویژه در مبارزه با شوروی در افغانستان بازی میکرده. یعنی ما موقعی که توجه بکنیم که مثلثی وجود داشت در جنگ سرد بین حمید گل، رئیس ISI پاکستان، آقای ترکی الفیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی و اسامه بن لادن. اسامه بن لادن از دوستان نزدیک ترکی الفیصل بود و اون فعالیتی که اسامه بن لادن در افغانستان انجام میداد با حمایت سازمان امنیت عربستان سعودی و تمام پولهایی که داده میشد پولهای عربستان سعودی بود. این مطلب اول. مطلب دومی که بسیار مهمه، امروز آقای ترکی الفیصل در کنار مجاهدین خلق قرار گرفته و در سخنرانی که در 9 ژوئیه در جلسه مجاهدین خلق میکنه میگه که باید رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. یعنی فکر بکنین یک پرنفوذ عربستان سعودی، شاهزاده پرنفوذ عربستان سعودی در جلسه مجاهدین خلق خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی میشه. یعنی سقوط نظام جمهوری اسلامی مردم مربوط به مردم ایران میشه، مردم ایران باید چنین کاری رو میکنن، نه کشورهای خارجی و عربستان سعودی. در کنار آقای ترکی الفیصل در پاریس 6 شخصیت بزرگ آمریکا قرار داشت. من اینجوری پرانتز باز کنم، بنده و شما هیچ مشکلی با سقوط جمهوری اسلامی نداریم؟ اصلا خیلی هم علاقمند هستیم که جمهوری اسلامی ساقط بشه. اینو برای این میگم، برای اینکه دوستانی که یه دفعه میشنون و رد میشن میگن آقای دانش گفت با سقوط مثلا. نه، مثلا این است که از اینکه عربستان یکی اینکه عربستان که دشمن مردم ایرانه، دشمن نظام جمهوری اسلامی است. من همیشه اینو مطرح میکنم آقای گوهرزاد، اگه روزی در ایران نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه قدرت رو به دست بگیرن و قدرتمند بشن، بزرگترین خطر برای عربستان سعودی خواهد بود. دیگه رهبران عربستان سعودی به اون سادگی نمیتونن در خیابان‌های ریاض سر بزنن، در منه عام سر بزنن. این همیشه مطلب دارم. مطلب دومی که در این رابطه یک بار دیگه مطرح میکنم، مطلب مسئله مردم ایرانه. یعنی در واقع جنگی که با ایران در بگیره نابودی ایران، نابودی تمامیت ارضی ایران، تجزیه ایران مطرح بشه. فراموش نکنیم در عراق چی گذشته، در لیبی چی گذشته، در سوریه چه میگذره. نابودی مردم ایرانه و من خواهان جنگی با ایران نیستم، حتی با نظام جمهوری اسلامی. کشورهای غربی نباید دخالت نظامی بکنن. این وظیفه مردم ایرانه، یک بار دیگه وظیفه مردم ایرانه که نظام جمهوری اسلامی را ساقط بکنن و من هم در کنار اونا قرار دارم، ولی وظیفه کشورهای خارجی نیست. بیایم درباره مجاهدین خلق. در کنار آقای ترکی الفیصل در پاریس 3
پرنفوذترین از پرنفوذترین جمهوری خواه قرار داشتن آقای گینگریچ بوده. آقای گینگریچ در اون نشست پاریس در 9 ژانویه چنین مطرح میکنه که توافق اتمی آقای اوباما و جمهوری اسلامی دیوانگی است، از لغت دیوانگی استفاده میکنه. در کنار آقای گینگریچ آقای جون بولتن قرار داره. جون بولتن کسی است که خواهان جنگ عراق بود در زمان جورج دبلیو بوش. آقای جون بولتن سفیر جورج دبلیو بوش در سازمان ملل متحد بود و جون بولتن چنین مطرح میکنه که فقط یک راه وجود داره و اون راه اینه که ما از اپوزیسیون مشروع حمایت بکنیم. خطاب به مریم رجوی میگه، یعنی اپوزیسیون مشروع آقای گوهرزاد، شما و من و امثال ما که در آمریکا و اروپا نشستیم نیست، مجاهدین هستند. اینو مطرح میکنه و چنین مطرح میکنه که باید، خطاب به مریم رجوی میگه که باید رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کرد، یعنی از راه خشونت. این مطلب دومه. شخصیت سومی که در اونجا حضور داشته آقای رودی جولیانیه. سال هاست که آقای رودی جولیانی در سخنرانی میکنه در نشست مجاهدین و آقای رودی جولیانی در 11 سپتامبر میدونین که شهردار نیویورک بود و از همون ابتدای مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ در کنار آقای ترامپ قرار گرفت. امروز صحبت از اینه، صحبت از اینه در آمریکا که شاید آقای گینگریچ وزیر امور خارجه جدید آمریکا باشه، شاید جون بولتن باشه و وزیر دادگستری شاید آقای رودی جولیانی باشه. یعنی سه وزارتخانه کلیدی آمریکا کسانی قرار دارند که اینها هم پیمانان مجاهدین خلق و طرفداران مجاهدین خلقند و این خطر وجود داره که از مجاهدین خلق دوباره ابزاری بسازند برای خشونت در ایران، جنگ داخلی در ایران، و جنگ داخلی همونطوری گفتم نابودی تمامیت ارضی ایران خواهد بود. خب برویم سر یک کشور دیگه آقای دکتر دانش عزیز. مسئله افغانستان. افغانستان در این روزها دیدیم که کنسولگری آلمان رو مثلا انفجارش هست، در باگرام میبینیم که چه درگیری ها و انفجارهای پیش میاد. یکی از مسائلی که آینده آقای ترامپ و سیاست امنیت جهانیش باید بهش پاسخگو باشه ادامه مسئله افغانستان. افغانستان رو شما چگونه میبینید؟ ببینید مشکلی که در افغانستان به وجود آمد در واقع مشکلی است که آقای جورج دبلیو بوش شروع کرد با جنگ افغانستان. و اگه توجه کرده باشین آقای بوش شعارش این بود که ما طالبان را ساقط کردیم و دموکراسی و آزادی به افغانستان خواهیم آورد. امروز دیگه صحبتی از دموکراسی و آزادی نیست، تا جایی که طالبان در واقع روز به روز دارن پیشرفت میکنن. طبق آماری که خود بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میده، سیگار به این در واقع این سازمان میده، اینه که در افغانستان امروز یک سوم کشور افغانستان در تصرف طالبانه. در مناطق زیادی که دولت مرکزی قدرت داره در اونجا جنگ وجود داره و آماری که سازمان سیگار، یعنی این سازمان آمریکایی میده، مطرح میکنه که در امسال یعنی در مدت 9 ماه گذشته در حدود 5550 سرباز افغانی کشته شده، 10,000 نفر مجروح شدن و 10,000 متواری شدن. در اسناد این سازمان ویژه آمریکایی چنین آمده که نیمی از ارتش افغانستان وجود نداره. در واقع باید با اتفاقاتی که 2 روز پیش افتاد، یعنی در مزار شریف، کسانی که سفر کرده باشن به افغانستان و من 10 بار در مزار شریف بودن میدونن که مزار شریف یک دژ مستحکمی بود و امنیت درش وجود داشت و امروز طالبان موفق میشن در این شهر حمله بکنن به کنسولگری آلمان، که خود من چندین بار در کنسولگری آلمان بودم و میدونم صدها متر در واقع این کنسولگری مورد حفاظت پست‌های امنیتی است، ولی طالبان موافق میشن تا داخل این کنسولگری پیش برن و دیروز حمله میکنن به پایگاه باگرام. من 10 بار آقای گوهرزاد در پایگاه باگرام بودم. تمام اطراف پایگاه باگرام پست‌های نظامی و ایستگاه‌های نظامی افغانی و آمریکایی است. چگونه طالبان موفق میشن تا داخل پایگاه باگرام، یعنی بزرگترین پایگاه و اصلی ترین پایگاه نظامی آمریکاییان، وارد بشن و در اونجا 4 افسر آمریکایی رو به قتل برسونن، 16 افسر آمریکایی رو زخمی بکنن و 1 افسر لهستانی زخمی بکنن. همین اتفاق در ماه دسامبر سال پیش اتفاق افتاد که 6 افسر آمریکایی کشته شدن. پس بنابراین طبق گفته خود دیپلمات‌های اروپایی، آمریکایی‌ها کمترین رو مطرح میکنن، در واقع سیاست ناتو و آمریکا در افغانستان با شکست روبرو شده. امروز طالبان در حال
پیشروی هستند. طالبانی که آمریکا باعث سقوط اون شده امروز در حال پیشروی هستند و آمریکا هیچ گونه ابزاری نداره که بتونه با اونا مبارزه بکنه و امروز آقای ترامپ در رأس رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود و هیچ گونه طرحی و برنامه تا به حال ارائه نده که چگونه میخواد با نیروهای طالبان مبارزه کنه. البته آقای ترامپ یک بار گفته حتی اون گزینش اتمی رو نفی نکرده، گفته از گزینش اتمی، البته در رابطه با داعش اینو مطرح کرده، از گزینش اتمی در سوریه و در عراق استفاده خواهد کرد، ولی این خطر وجود داره برای قلق و غم کردن طالبان و نیروهای طالبان در داخل افغانستان، چنین خطری وجود داشته باشه و از گزینه اتمی استفاده بشه و من امیدوارم که چنین سناریویی هیچ موقع پیش نیاد، ولی خطر وجود داره. بله. آقای دکتر، دوشنبه کشورهای اروپایی با هم جلسه دارن. در این جلسه شون که وزرای خارجه اتحادیه اروپا با هم شرکت میکنن، یک جلسه خواهد بود در مورد مسئله ایران هم مطرح خواهد شد در مورد مسئله برجام. پس از اون قرار بود دیدار سالانه ناتو در بهار انجام بشه. پیمان ناتو اعلام کرد که این رو به جای بهار میندازه به پایان تابستان، یعنی برای خودش 6 ماه دیگه داره وقت کلن میخره. دلیلش هم مشخص کرد، گفته که با آمدن آقای ترامپ نمیدونیم سیاستش در مورد ناتو چه خواهد شد. یک پیشنهادی که در این میان خیلی پیشنهاد عجیبی است میاد این استش که حالا که دوران خیلی گذشته که پیمان ورشو که بین اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی بود که بین رفت، پیمان ناتو که وجود داره حالا که آمریکا داره به این سو حرکت میکنه، اتحادیه اروپا یعنی کشورهای اروپا بیان پیمان نظامی امنیتی خودشونو داشته باشن و در اون موقع نیازی نخواهند داشت که با پیمان ناتو با هم باشه. چقدر این قضیه شدنیه؟ به نظر من این قضیه در چارچوب ناتو شدنی نیست. ما میدونیم که ناتو پایه اصلی ناتو آمریکا میشه بوده و ناتو و کشورهای ناتو کشورهایی بودن که در کنار آمریکا قرار داشتن در سیاست نظامی خودشون. یعنی قضیه اسم کشور نیست، قدرت نظامی. کاملا قدرت نظامی است. قدرت نظامی آمریکا و قدرت نظامی آمریکا در ناتو تعیین کننده بوده و امروز چنین مطرح میشه که آقای ترامپ مطرح کرده که در واقع از سیاست نظامی جهانی عقب نشینی خواهد کرد و این نگرانی عظیمی رو برای ناتو به وجود آورده. نگرانی عظیم ناتو در رابطه با خاورمیانه یا افغانستان یا عراق یا کشوری مانند سوریه نیست. ناتو طبیعتاً در اونجا دخالت نظامی اونطوری که آمریکا میخواد نخواهد کرد. آقای ترامپ خواهان اینه که ناتو در واقع دخالت نظامی بکنه، هم در افغانستان، هم در کشوری در افغانستان که میکنه ناتو این کارو، هم در سوریه این کارو بکنه، هم در عراق بکنه. من معتقدم که در واقع تجربه ناتو در افغانستان کافی است. کشورهای ناتو به ویژه در رأس اون آلمان فعالیت نظامی شدیدی در افغانستان کردن و امروز اعتراف میکنن، اذعان میکنن که سیاست نظامی اونها با شکست روبرو شده و اونها حاضر نیستن در مورد عراق و سوریه دخالت نظامی بکنن یا نیرو پیاده بکنن. چیزی که آقای ترامپ میگه نه تنها باید پول بیشتری بپردازن، هزینه بیشتری بکنن، بلکه در واقع نیروهای ناتو مستقیما شرکت بکنن و شاید نیروهای پیاده نظام به این کشور رو بفرستن. ناتو این کار رو نخواهد کرد، ولی تمام کوشش ناتو اینه که در اروپا و در شرق اروپا بتونه حضور داشته باشه، به ویژه در شرق اروپا و کشورهایی که سابقا کشورهای اتحادیه شوروی بودن. و امروز آقای ترامپ اینو مطرح میکنه که چک سفید به کشورهای شرقی اروپا نخواهد داد و به طور اتوماتیک برده شوروی عملیات انجام نخواهد داد و اگه بخواد دخالت بکنه ابتدا به این مطلب باید برسه یا تحقیق بکنه که کی مقصر بوده، کی تقصیر داره اگه اتفاقی در منطقه بیفته و بعداً آمریکا چه تصمیمی میگیره. به نظر من وحشت ناتو و نگرانی ناتو از اروپا است و اینکه تا به حال ناتو خواسته این بوده که همیشه نیروهای ناتو رو تا مرزهای روسیه امروز پیش ببره و این بحران عجیبی رو در منطقه به وجود آورده و تا به حال دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات در کنار ناتو قرار داشتن، در کنار کشورهای اروپایی قرار داشتن و امروز این شکاف به وجود آمده که آقای ترامپ شاید اون حمایتی رو که باید انجام بده انجام نده و این به نظر من با انحلال ناتو یکیست، به معنی انحلال ناتو خواهد بود. آقای دکتر، به مسئله مهمی اشاره فرمودی، بریم در این وقت باقی مونده به اون نگاه کنیم چون زمان زیادی ممکن در دسته.
آقای ترامپ حالا جز مسائل شعارهایی که مطرح کرد و حرفایی که مطرح کرد، از پوتین به عنوان قدرتمندترین رهبر دنیا یاد کرده، اونم برای اینکه خب آقای اوباما توهین بکنه، اون به کنار مسئله، ولی به هر حال کسی که رئیس دفتر آقای ترامپ بود تا همین ماه جولای که همایش جمهوری خواهان در کلیولند اوهایو برگزار می شد، آقای منفرد، ایشون در اوکراین با رئیس جمهور پیشین اوکراین رابطه داشت. بعد از اینکه اوکراین اون سقوط رو اون رئیس جمهور پیشین کرد، ایشون دفتر خودش رو در اونجا هنوز نبسته، هنوز اون دفتر اونجا وجود داشت، یکی از برها تاثیرگذاران در سیاست خودش. دست آقای پوتین در مسائل جهانی با آمدن آقای ترامپ چقدر باز هست؟ ببینین، اون شعارهایی رو که آقای ترامپ داده، اگه بخواد اونا رو در واقع عملی بکنه، دست روسیه به ویژه در خاورمیانه بسیار باز خواهد بود. آقای ترامپ در رابطه با روسیه چنین مطرح میکنه که نه پوتین رو میشناسه، نه رابطه با پوتین داشته، نه اینکه رابطه اقتصادی با روسیه داشته. ولی آقای ترامپ چنین مطرح میکنه که همکنون پوتین در سوریه در کنار ایران و بشار اسد بر علیه تروریسم میجنگه. ولی یک نکته مثبت هم در این صحبت‌های آقای ترامپ هست. یعنی ما موقعی که در واقع نکات منفی رو نام میبریم، باید نکات مثبت هم مطرح بکنیم. آقای ترامپ چنین مطرح میکنه که در سوریه فقط داعش و حکومت اسلامی تروریست نیستن، نیروهای دیگر اسلامی، رادیکال اسلامی یا افراطیون اسلامی هم اونها ترور میکنن. یعنی کسانی حتی به عنوان میانه‌رو در این کشور سر میبرن و صحبت از اون نمیشه. اینم مطرح میکنه. یعنی در واقع بخش مثبتش اینه که اگه آقای ترامپ موفق بشه در این بحران عظیمی که خاورمیانه رو گرفته، بحران عظیمی که منطقه رو گرفته و بحران عظیمی که جهان رو میتونه در بر بگیره، در خاورمیانه با کمک روسیه نظمی رو به وجود بیاره، نه اینکه تقسیم جهان بشه بین آمریکا و روسیه، بلکه نظمی به وجود بیاد در منطقه، این میتونه مثبت باشه. ولی من خود من شک دارم. اون صحبتایی که آقای پنس کرده، معاون آقای ترامپ کرده، شدیداً به پوتین حمله کرده، پوتین رو یک آدم خطرناک نامیده آقای پنس در صحبتاش، ولی آقای ترامپ چنین کار نکرده. ولی ما میدونیم که آقای ترامپ مطرح میکنه که به عنوان رئیس جمهور اون ناظر عملیات خواهد بود، بلکه این آقای پنس که عملاً در واقع سیاست داخلی و خارجی این کشور رو تنظیم خواهد کرد. و باید منتظر موند که آقای ترامپ چه عملی را انجام خواهد داد. من شک دارم، شک و تردید دارم که این صحبتایی که آقای ترامپ در رابطه با پوتین و روسیه میکنه اینا اجرا خواهد کرد. ببینید، همون خوشبینی رو روسیه و آقای پوتین نسبت به برکسیت، یعنی انتخابات خروج از اتحادیه اروپا در انگلستان داشتن و حمایت میکردن، و آقای جانسون وزیر امور خارجه کنونی انگلستان که در رأس این برکسیت بوریس جانسون چقدر اندازه چهره شبیه هم دیگه هستن این دو نفر. بعد اینکه وزیر امور خارجه شد، شدیدترین حملات رو به روسیه و به پوتین داره انجام میده. یعنی باید منتظرش بود، هنوز زوده دقیقا در این مورد نظر داد، ولی باید منتظر شد که آقای ترامپ آیا به شعارهای خودش عمل میکنه. خطرناکترین شعارهاش هم داره گفتم، اون در واقع تبعیض نژادی است و اون بحرانی که در داخل آمریکا به وجود خواهد آمد، خطری که اقلیت‌ها رو تهدید میکنه. ولی در سیاست خارجی هم میتونه کمی مثبت بشه، ولی من امیدی آنچنانی نمی‌بینم که سیاست‌های آمریکا به طور اساسی در منطقه به ویژه در خاورمیانه تغییری بکنه. در این وقت باقی مانده آقای دکتر شعبه این نکته اشاره کردین که بد نیست بشه. زمانی که آقای بوش آمد، جورج بوش آمد، همه بحثش این بود که جورج بوش ظاهرا رئیس جمهوره، ولی معاونش آقای چینی است که رئیس جمهور آمریکاست. اونه که و این خواست جنگ و تمام این 8 ساله و اونم از نیوکان‌های اصلی آقای دیک چینی بود. حالا که آقای ترامپ اومده، این آقای پنس به نظر میاد که رئیس جمهور اصلی به ویژه در مورد مسائل داخلی آمریکا آقای پنس باشه. آقای پنس یک فرد کاملا مذهبی، طرفدار آزادی اسلحه، مخالف دیگر باشان جنسی، مخالف سقط جنین، تمام اصول ایدئولوژی که حزب جمهوری خواه رو به شکل غلیظ‌تر داره. یعنی ایشون جزو کسانی بود که در ایالتی که ایشون فرماندار هست میگفت بیایم یه قانون تصویب کنیم در اینجا
که مذهب رسمی داشته باشه، چون آمریکا مذهب رسمی نداره، ایالت میتونه اینو برای خودش تصویب بکنه، بریم ایالت خودمون رو مذهب رسمیشو بکنیم کریستیانیتی. و این آدم با این نگاهی که داره، خب مسائل داخلی رو به نظر میاد که رئیس، اگر درست است که کابینه است، ولی این اگر آقای ترامپ فقط ویترین قضیه باشه، آقای پنس به نظر من خطرناکه برای مسئله آمریکا، داخلی آمریکا و مسائل جهانی. شکی در این مورد نیست آقای گوهرزاد. به نظر من باید به این مطلب توجه بکنیم که آن چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته، به ویژه در سیاست داخلی، در واقع به جون هم انداختن ملیت‌های مختلف، مذاهب مختلف و نژادهای مختلف در داخل آمریکا است. و این خطر بزرگی است و این متاسفانه اون شعارهایی است که آقای اوباما، آقای معذرت میخوام، آقای ترامپ داده. فراموش نکنیم که موقعی که آقای ترامپ چنین مطرح کرد که 11 میلیون مکزیکی های غیر قانونی، اینا متجاوز هستند و تبهکار هستند، این شکاف عظیمی را در داخل این جامعه به وجود آورده. عده زیادی از بازندگان سفیدپوست، من مطرح کردم که بیکار شدن، واقعا فکر میکنن که این خارجیان هستند که مشکل این کشور رو به وجود آوردن، مشکل اقتصادی به وجود آوردن، در واقع کار اونا رو از دست اونا گرفتن و باعث فقر بخشی از کشور آمریکا شدن، در صورتی که این واقعیت نداره. ولی خب رهبرانی که امروز به قدرت رسیدن، به این شعارها، به این اختلافات دامن زدن و این خطر بزرگی رو میتونه به وجود بیاره. و آقای پنس باید نشون بده که آیا واقعا در این مسیری که تا به حال حرکت کرده، حرکت خواهد کرد، و اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، این بحرانی است که تشدید خواهد شد در داخل آمریکا. همکنون بحران بسیار عظیمه. من به چند آمار، ارقام و آمار اشاره کردم. بحران عظیمه، بحران عظیمتر از اونه که ما تصور بکنیم. شکافی که در جامعه آمریکا به وجود آمده، عظیمتر از اونه که ما تصورش بکنیم. و متاسفانه شکاف جدیدی هم داره به وجود میاد بین مذاهب، بین نژادها، بین ملیت‌های مختلف. یعنی درست اون چیزی که در قانون اساسی آمریکا در واقع تضمین شده که هر کسی میتونه هر عقیده‌ای داشته باشه، تضمین شده که هر کسی میتونه هر ملیتی در سابق داشته باشه میتونه آمریکایی باشه، و تضمین شده که در واقع مذاهب آزاد هستن، میتونه خطری بزرگی برای ملیت‌ها، مذاهب و عقاید مختلف به وجود بیاد. و به ویژه این که اگه به زودی چنین تصمیمی گرفته بشه که مسلمانان خودشونو باید رجیستر بکنن، خطر بزرگی برای مسلمانان به وجود خواهد آمد و میتونه آینده بسیار تاریکی رو برای مسلمانان در این کشور به وجود بیاره. آقای گارزان، خب در پایان، چون به پایان برنامه میرسیم، من به یه نکته ای هم اشاره بکنم برای بینندگان، شاید فرصت نشود، در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. در درون آمریکا مسائل تاثیرگذار ریاست جمهوری در آمریکا، سه قوه مجریه که ریاست جمهوری است، قوه قانونگذاری که کنگره هست و سنا، دو تا مجلس بزرگ، و قوه قضایی است که دیوان عالی قضایی کشور است. در حال حاضر ریاست جمهوری از آن جمهوری خواهان خواهد بود، سنا در دست جمهوری خواهانه، خانه نمایندگان در دست جمهوری خواهانه، به این ترتیب از نظر قوه قانون گذاری و قوه اجرایی هر دو. قوه قضایی چون یکی از قاضی ها فوت کرد در سال گذشته و جمهوری خواهان اجازه ندادن که آقای اوباما یک قاضی جدید معرفی کنه، نگه داشتن برای تا به امروز و اون رو تونستن به عقب بندازن. با انتخاب آقای ترامپ یک قاضی محافظه‌کار دیگر، قوانین آمریکا رو، قوانینی که ممکنه 20 سال 30 سال تصویب شده، قوانینی که 18 ماه پیش برای دگرباشان و اینا تصویب شد، قوانینی که 21 سال پیش مثلا برای مسئله سخت جنین به وجود اومده، تمام اینها رو میتونه کنگره با یک تصویب جدید و درخواست جدید برای خانه به دیوان عالی قضایی بفرسته و دیوان عالی قضایی با تصویب اون یا رد قوانین پیشین، کشور آمریکا رو در مسیر محافظه‌کاری سنتی مذهبی بنیادگرا از نظر قانونی قرار بده. خطر بزرگ انتخاب هر رئیس جمهوری روی مسئله قوه قضاییه میچرخه.
این خیلی حالا در آینده میشه صحبت کرد با یکی از دوستان وکیل، ولی نکته بود که گفتم اشاره کنم. خیلی خوشحالم که در برنامه من شرکت کردین، در برنامه خودتون شرکت کردین، کمک کردین که من بیشتر آگاه بشم و به وسیله شما بینندگانم رو آگاه تر بکنیم. درود بر شما آقای گوهرزاد. خواهش میکنم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم. هرچی در مورد آگاهی و توانایی آقای دکتر دانش بگم کم گفتم. تصاویرش رو بهروز عزیز نشان داد به شما موقعی که در مورد افغانستانش صحبت میکردیم. به کتاب ایشون هم اشاره بکنم، اگر درست بگم اسمشو، هست خاورمیانه در گرداب بنیادگرایی. کتابی است که ایشون نوشتن، به فارسی هست، بسیار به این مسائلی که امروز میبینیم رو مطرح میکنن و میتونیم ببینیم که چه پیشبینی کردن. با امید روزهای بهتر. بله، تصویر کتاب رو هم بهروز عزیز نشون داد دیگه. از بهروز باید چند بار تشکر کرد. یکی اینه که به موقع این تصاویر رو پیدا میکنه و نشون میده و کار ما رو برای اینکه دنبال یه چیزی بگردیم ساده میکنه. خب تا برنامه دیگر، روز و روزگارتون خوش. فقط به این اشاره کنم که ما همه میتونیم با هم دیدگاه های متفاوت داشته باشیم. دیدگاه متفاوت ما نشانه درگیری با یکدیگر نباید باشه. امیدوارم که با رواداری زندگی کنید. مخالفت سیاسی نیاز به تحمل سیاسی هم داره و رواداری اصل اونه. روز و روزگارتون خوش.